رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. آقای دکتر، اول که من خیلی خوشحال هستم از اینکه میتونم با شما صحبت کنم. یکی از آرزوهای من بود. شما حقیقتا افتخار ایران و ایرانی هستین و من خوشحالم که میتونم امشب با شما صحبت کنم. لطف و محبت و ممنونم، بفرمایید. آقای دکتر، من 27 سالم هست، از ایران تماس میگیرم، مجرد هستم. مشکلی که دارم در ابتدا این هست که احساس میکنم نمیدونم، من سعی میکنم زندگی خودم رو بکنم، سرم تو کار زندگی دیگر نباشه، به کسی آسیبی نرسونم، ولی مشکلی که هست اینه که احساس میکنم به هم خیلی حسادت میشه و خشم دیگران رو ناخواسته برانگیخته میکنم. میخوام ببینم شما چه راهکاری به من توصیه میکنید و باعث میشه که این همه به من در واقع دعواهایی که به وجود میاد با همسایه، با دوست، با هر کسی، من با خودم میگم خب من چی کار کردم که این آدم به من اینجوری میکنه، مخصوصا با همسایه هایی توی آپارتمان که من حتی مجبور شدم آپارتمان قبلیمو عوض کنم فقط به خاطر دعواهایی که همه واحدا ریختن سر من. الان با توی آپارتمان جدیدی که اومدم همون مسائل تکرار شده و من اصلا نمیدونم من چه کاری میکنم که اینقدر اینا نسبت به من خشمگینن و به خون من تشنه هستن. نه آخه چطور هم چیزی ممکن ازم به من بگید؟ اولا شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستید؟ من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم، 3 سال از خودم بزرگتر، ازدواج کرده و من هستم دیگه. خب شما چی خوندید عزیز؟ چه میکنید؟ من مهندسی خوندم توی دانشگاه، مقطع لیسانس، ولی خب کاری که الان میکنم مرتبط با رشته مهندسی نیست. با توجه به اینکه از ایران هم تماس میگیرم نمیتونم جزئیات شغلم رو توضیح بدم. نه مهم نیست، اصلا مهم نیست. به من بگید چرا جدا و تنها زندگی کنید؟ چرا با خانواده نیستید؟ نه من با مادرم زندگی میکنم. پدر مادرم جدا شدن، البته که من در سن 22 سالگی بودم که اینها جدا شدن، یعنی در کودکی این اتفاق نیفتاد. اما الان من و مادرم مشکلی که داریم اینه که آرامش نداریم، هر جایی میریم باز الان میخوایم از اینجا هم جابجا بشیم، باز میخوایم همسایه ها، و من میخوام دیگه خونه جدیدی که میریم دوباره این تجربه تخت تکرار نشه. خیلی خب، نه به من بگید که صبر کنید. شما اگر در خانه‌تون هستید، در آپارتمانتون هستید، وقتی که از خونه بیرون میایید، برید بیرون، حالا یا سوار اتومبیل خودتون میشید یا با هر وسیله دیگه میرید سر کار، وقتی هم برمیگردید مستقیم برید آپارتمانتون، شما که ارتباطی با همسایه‌ها ندارید، چه ارتباطی با همسایه‌ها دارید؟ چرا اتون پیش میاد که همدیگر رو ببینیم، برخورد کنیم. ما توی خونه قبلی که بودیم با همسایه‌ها خیلی صمیمی شدیم، بعدش اشتباهمون این بود که خیلی وارد زندگی هم شدیم. گفتیم جای جدیدی که میریم اصلا با کسی سلام علیکم حتی تو آسانسور یا پارکی نمی‌کنیم و همین کارو هم کردیم دیگه. با هیچ کس سلام علیکم نداشتیم، ولی اتفاقی کسی رو می‌دیدیم، مثلا نمونهش این بود که مثلا ما به همسایه‌مون گفتیم اجازه میدین ما بریم، همینجور درو باز گذاشتیم، خانم شروع کرد به فحاشی و در کوبیدن آسانسور تو صورت ما و از اون به بعد شد دشمن ما، سر و صدا میکنه، هر وقت ما رو بعد از اون میبینه توی پارکینگ شروع میکنه به فحش دادن. و این فقط در مورد یک همسایه نیست، هر کسی که ما باهاش همسایگی داریم همین اتفاق برامون میفته. آخه عزیزم این که صبر کنید، شما قرار شد که بری سوار اتومبیل بشی بری یا بری تو بیه، شما به مردم که میرسید اون چی که آداب اجتماعی هست، مثلا اگر از شما بزرگترن یا فکر میکنید بزرگترن، سلام میکنید، معمولا یه احوال پرسی هم کنید، حالتون چطوره؟ ای خانومن، ای آقا هستن که ممکنه حرفی نزنید تو میدید، چرا شما تصمیم گرفتید سلام علیکم نکنید؟ اگر همه این کارو میکنن، یعنی شما من بگید چرا؟ آیا بقیه همسایه ها که همدیگر رو نمیشناسن وقتی که به هم میرسن، من شما ناظریم داریم میبینیم، دوربین فیلم برداری سر فیلم برداری میکنه، آیا به هم که میرسن بی اعتنایی میکنن یا سلام علیک خود میکنن؟ خب شما اون سلام علیک رو میکردید، بعد شما یه رفعه چطور؟ خب همون موضوع اینه که ما میخوایم اصلا سر صحبت باز بشه، سر صحبت سر سلام علیک منجر میشه به اینکه خب شما چند تا بچه دارین و ازدواج کردین و همین جلو جلو هم یواش یواش میره جلو تا جزئیات زندگی تا رفت آمد و ما خواستیم جلوی همین رو بگیریم از ابتدا. برای همین اصلا و اینجا خیلی ها همینطوری هستن، مثلا تو آپارتمانی که ما زندگی میکنیم بعضیا اصلا با هم همدیگر رو میبینن هیچ کاری به هم ندارن، یا بعضیاشون هم با هم سلام علیک میکنن، بس بهی داره همه جوره هستن. ولی خب الان چیزی که من و مادرم رو خیلی ناراحت میکنه اینه که به ما زور میگن
و ما نمیتونیم احساس میکنم نمیتونیم از حق خودمون دفاع کنیم، بلد نیستیم، یا اینکه من به این نتیجه رسیدم که شاید ما ناخواسته داریم کار میکنیم که خشم اینها برانگیخته میشه. اگر بگم حسادت، چرا شما بگین که مگه شما چی دارین که حسادت میکنم؟ ما آدم خاص و تاپی حالا میگم هستیم، از ما خانواده های ثروتمندتر اینجا هستن، ماشینای مدل بالاتر دارن، ولی متوجه میشیم که به ما حسادت میشه با همین ماشین معمولی که داریم، به همون نگاه های با خشم و غضب میکنن. ثروتمون شاید از ثروت بقیه کمتر باشه، ولی بیچش ندارن. ما یه سفر میریم میایم، آنچنان به همون نگاه میکنن که برمیگردیم. و من نمیدونم کجای کار ما میلنگه، یا اینکه نمیدونم، شاید هم ایراد از اوناست که اینجوریه. میشه شما به من یه ذره توجه کنید؟ ببینید عزیز، آیا همسایه های شما که فرض رو بر این میگیریم با وجودی که شما یه امتیاز زیادی ندارید به شما حسودی میکنن، آیا در ارتباط با همسایه های دیگر که امتیازات بسیار دارن با اونام حسودی میکنن؟ یعنی اون آپارتمان همه در حال جنگ خبر ندارم، نمیتونم فکر نکنم. خب مثلا اینجا خب کسی هست که ثروتش از ما خیلی بیشتره. خیلی خوب، حالا صبر کنید. صبر کنید، حسادتی به اون نمی کنم، ولی به منی که نصف ثروت اونام ندارم احساس می کنم که بیشتر چشا رو من نگم تا اوشون که مثلا ماشین های چند میلیاردی داره. بسیار، پس بنابراین شما فرضتون بر اینه اون حسودی که به شما حسودی میکنه به خاطر یک چیز، وقتی که در دیگری بیشترش رو ببینه حسودی نمیکنه. به نظر شما معقوله این هم؟ یعنی واقع بینانه است که من یک کسی رو به خاطر اینکه 5 رو داره حسودی میکنم، یکی که 10 رو داره حسودی نمیکنم؟ برام بر این هم چه معنی نداره؟ خودم هم در حد حسد، یا خب پس شاید چیز دیگه باشه، حسادت نباشه پس چیه؟ خیلی ساده است عزیزم. روزی که من و شما داریم توی خیابون میریم یا توی شاهراهی میریم و میبینیم همه ماشینا دارن عوضی میان، آیا نشانه نیست که من دارم عوضی میرم؟ یعنی آیا من میتونم برم بگم 100 تا ماشین دارن از روبرو میان، اینا چرا از روبرو میان راه عوضی میان، در حالی که پشت سر منم و کنار منم هیچ اتومبیل دیگری نیست؟ آیا من قرار نیست به این نتیجه برسم که شاید منم که دارم عوضی میرم؟ بنابراین حرفایی که شما میزنید خیلی خوب، پس اگر یه همچی استدلالی رو میپذیرید، من متاسفانه مجبورم یه نتیجه گیری بکنم، و اون که اینا فقط تصورات و ذهنیت شماست عزیز. یعنی این شمایید که این مردم رو اینگونه میبینید، حس و احساس میکنید. اصلا چنین نیست. شما وارد یه منطقه‌ای شدید یا آپارتمانی شدید، مادام که به گفته خودتون رفتارتون عادی و معمولی است، نمیگم غیر عادی، دلیل نداره که در و همسایه تصمیم بگیرن با شما حسادت کنن و دشمنی کنن و درگیر بشن و ناسزا بگن. یعنی آخه آیا من میتونم به راحتی بگم از 100 تا آپارتمان یک آپارتمان دیگه که دی توش هستن یک نفرم همچین گزارش راجع به اون 100 تا آپارتمان نمیده؟ چرا فقط در آپارتمانی که شما میرید و شما در ارتباط با شما چنینه؟ بنابراین این جهان ذهنی و درونی است که شما برای خودتون میسازید عزیز. یعنی این اصلا واقعی خدا دکتر، من همش حرص میخورم، نمیتونم فراموش کنم کسی که به یه حرفی بزنه. مثلا از امروز صبح اگر یه اتفاقی برام افتاده باشه تا شب همینجور فکر میکنم به حرفای مثلا چرت و پرتی که اون طرف گفته، و من میگم چرا اینجوری بهش نگفتم، چرا در جواب اینو نگفتم. الان مثلا به ذهنم میرسه که بعد اینجوری میکرد. ببینید عزیز، شما رفتید توی آسانسور، یه نفر شروع میکنه به شما حرفای زشت و بد زدن؟ نه خب مثلا توی پارکینگ رفت میشیم، طرف نمیتونه این ذره دستش رو بده اون برداش، شروع میکنه به من بی ارزه، تو نمیتونی راه نده کنی، واه واه برو گم شو، از این حرف به صورتی که قشنگ میتونه رد بشه باز میگیره این حرفا رو، میگه بد میره. آه شما فکر آیا کسی دیگه است که این حرفا رو بشنوه که به شما هم چی حرفی زده؟ من پیش مدیریت ساختمون رفتم، گفتم که به من فحاشی میشه، مدیر گفت که باشه من پیگیری میکنم. هر روز بهش گفتم چی شد، پس چرا پیگیری نکردی، آخر گفت که اصلا هر کاری دلت میخواد برو بکن، برو زنگ بزن پلیس، من برات کاری نمیکنم. من یه سوال از شما دارم، آیا هیچ وقت شده که شما با دوستتون، با همکارتون، با یک خاله عمه یک کسی داشته باشید، برید اونا بیان جلو اونا با شما چنین کنن و اونا حاضرن بیان شهادت بدن که ما دیدیم این همسایه؟ نه هیچ کسی
رو ما نداریم، من و مادرم هیچ کسی رو نداریم، من خودم نه از خانواده پدری نه از خانواده مادری با هیچ کسی ما در ارتباط نیستیم، به صورت کمپلت قطع رابطه کردیم. تو دوستانمونم دوست خیلی خوب شد فقط خیلی نزدیک یک نفر یا دو نفر باشه که مثلا اگر ببینه همچین صحنه رو شاید بیا شهادت بده که آره این اتفاق افتاده. من خودم شخصا دوست صمیمی نزدیک اصلا ندارم، حتی یک دونه. خب حالا به من بفرمایید که آیا هیچ وقت شده که یک کسی به شما حرف زشت و بد بزنه وقتی که یک کسی دیگه هم غیر از خود اون آدم یا خانواده او شاهد باشه؟ بله بله، تو خونه قبلی که بودیم دقیقا همه همسایه ها خانمای همسایه جمع بودن و یکی از خانمای همسایه شروع کرد به مادرم فوش دادن، فوش داد زدن، همه شنیدن همه دیدن، ولی اونا همشون با هم دست به کرده بودن علیه ما. آقا شما چرا فکر میکنید همه با شما دشمنن؟ نمیدونم، این برای من سواله که چرا همه با ما این رفتار میکنن. من و مادرم اگه چی کار میکنیم که بر مستحق این رفتارها باشیم؟ حالا آیا هیچ وقت شده که مادرتون تنها برن و همسایه ها باشون چنین کنن؟ بله، تنها هم که رفتم همین اتفاق افتاده. یعنی آمدن ایشون به شما گفتن مردم با من چنین و چنان کردن؟ بله بله. آیا الان مادرتون اونجا هستن؟ آیا مثلا ظرف یک ماه اخیر؟ بله، اونجا میدارم. حالا ظرف یک ماه ما بیشترانه منتظر شنیدن صدای شما بودیم و من و مادرم دوتامون الان اینجا هستیم و داریم میشنویم فرمایش های شما رو. آیا مادر هم قبول دارن اونچه که شما میفرمایید؟ بله، این سوال هر دوی ماست که ما اوایل خب میگفتیم حالا آدم های بد وجود دارن، بعد به خودم گفتیم خب نمیشه یه نفر بد دو نفر بد، نمیشه که همه بد باشن، شاید ما یه مشکلی داریم که اینجوری میشه. آخه شما ببینید عزیز، با فامیل هم قطع رابطه کردید، خود شما هم اشاره کردید که دوستی ندارید، چطور شده این دفعه همه مردم بد شدن و همه با شما بدند عزیز؟ باز فکر نمی کنید که مثلا سوال من این، من دوست داشتم، مادرم خیلی دوست داشتم در گذشته، خود من دوستای صمیمی داشتم، هر چقدر بهشون محبت کردیم اثر عکس داد، یعنی یه جوری شد که یه چیزی هم بدهکارشون شدیم و تبدیل شد این محبت ها به وظیفه و یک جور عادی جلوه داده شد براشون و دیدم که دارن یه جوری انگار سوار ما میشن، ما یکی اینا رو گذاشتیم کنار. خب شما آیا هیچ وقت حاضر شدید که به پلیس که هیچ وقت نرفتید گزارشی بدید و شکایتی کنید، درسته؟ چرا، به پلیس هم شکایت کردیم، هیچ کاری برامون نکردن. آیا به شما نگفتن که اینا واقعی نیست و تصورات و تخیلات شماست؟ نه، به ما گفتن که مثلا این مورد این آپارتمان رو گفتن که اگه دلت میخواد برو شکایت کن. آپارتمان قبلی هم که بودیم پلیس گفت اگه میخواد برو شکایت کن، که رفتیم شکایت هم کردیم تو مورد قبلی، ولی در نهایت اونا خودشون شاهد آوردن که علیه ما گفتن و ما هیچ شاهدی نداشتیم، در نتیجه ما پرونده رو باختیم. تو این مورد هم دیگه گفتیم میشه این اون یکی مورد نرفتیم شکایت کنیم. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟ من دو تا مورد هستی که همین این که میخوام ببینم من باید چه بازنگری در رفتارم داشته باشم من و مادرم که بتونیم یک زندگی بی‌دغدغه جدا از استرس داشته باشیم، و یه مورد خیلی مهمتر که یعنی شاید بعد اینو اول میگفتم در مورد وابستگی بیش از حد و به نوعی بیمارگونه من به مادرم هست که ما انقدر به هم وابسته هستیم که نمیتونیم حتی برای یک ساعت اگر بخوایم از هم جدا بشیم بعد چند بار به هم زنگ بزنیم، اگر من بخوام یه سفر جدا برم باید از چند هفته قبلش اشک میریزم و اصلا نمیتونم خودم رو کنترل کنم، خودم رو بدون مادرم حتی یک لحظه تصور کنم، و دقیقا مادرم هم همین حس رو به من دارم. و من توی پرانتز اینو هم اضافه میکنم که من از مردها متنفر هستم و به هیچ وجه قصد ازدواج تا همین لحظه هم هیچ دوست پسری نداشتم. حالا اگر خواهر شما روی خط بودن به من چی میگفتن؟ آیا ایشون هم این تجربیات رو مانند شما داشتن و اون رو تعریف میکردن یا اینکه نظر متفاوتی دارن؟
خواهر من در حالا نوجوان که بود و اینا همیشه میگفت من بزرگ شدم دوست ندارم ازدواج کنم اینا، ولی تو سن 20 سالگی 21 سالگی با شوهرش که یعنی الان ازدواج کردن دوست شدن و الان هم حدودا 6 ساله که ازدواج کردن، الان اون این نظر رو نداره و زندگیشو تشکیل داده و نه با شما در همون دوران هم به مادرم اینجوری وابسته نبود مثل من. آیا نه آیا با شما در ارتباط و تماس هستن یا ارتباط و تماسشون خیلی کمه؟ کمه، خیلی زیاد نیست. آیا شوهرشون و خواهرتون خبر دارن از این حرفایی که شما میزنی؟ بله. ولی اگر من بهشون بگم آیا شما اینا رو تایید میکنید و خودتون هیچ وقت شاهد بودید، فکر میکنید خواهر یا شوهرش میگه که ما شاهد این حوادث بودیم؟ بله، این حوادث رو تایید میکنم. بله، چون خودشون بودم، حضور داشتم. یعنی دیدم بیدلیل مردم با شما، یعنی متوجه شدن که بیدلیل مردم با شما دعوا میکنن؟ بله، تو اون آپارتمان قبلی که ما بودیم بودن، خودشونم دیدن، همه اینا حضور داشتن. اوکی. ببینید عزیز، من فکر نمی کنم که همسایه های شما، متاسفم اینو میگم، اذیتتونم ممکنه بکنه. این حرفایی که شما میزنید واقعی نیست عزیز. اینا متاسفانه یه نوع گرفتاری است که شما و مادر با هم دارید و یه ذهنیتی که اصلا واقع بینانه نیست. یعنی همچی چیزی نیست عزیز. حالا اگر فکر میکنید ببینید میتونید راهی پیدا کنید برید یه جایی که خانه ای باشه که آپارتمان نباشه زندگی کنید. ولی اگر من بگید چه هست، اینا در یه تحلیلی در حقیقت یه توهم و یا افکار باطلی است که شما دارید عزیز. اصلا همسایه ها و مردم ایران و یا همسایه ها که نشستن تا شما دوتا میایید با شما دشمنی کنن بی دلیل بدون هیچ چیزی و بعدم شما شکایت و اینا هم که بکنید احتمالاً سند و مدرک و دلیلی براش ندارید. البته ممکنه شما یه چیزی رو آغاز کنید اونا واکنش نشون بدن، ولی این بسیار متفاوته که یه ده مردمان عادی و معمولی که با همه خوب و مهربان هستن به مجرد که شما یه جایی رفتی سر دشمنی با شما رو پیدا میکنن. این که من حتما توصیه میکنم برای که کسی که میتونه بهتون کمک کنه شما یه روان پزشک ببینید، حتما یه جلسه برید همین ماجرا رو با مادرم برید، دوتایی با مادر برید، حالا یه روان پزشک، نه روان شناس، روان پزشک که پزشک باشن، یه جلسه بیشترم نمیخوام، برید برای اونا این ماجرا رو به گونه‌ای که برای من گفتی توصیف کنید، ببینید نظر ایشون چیه. اگر دلتون خواست بعد از اینکه رفتید اونجا به من بگید که روان پزشک به شما چه گفتن، منم بعدا اگر مطلبی باشه بهتون میگم. بله بله. آخه یه زمانی وابستگیم به مادرم چطور؟ نه اونم بذار یه وقت دید. اونم یه وقتی برنامه دیگه بذارید. شما همین مطلب رو با روان پزشکون در میون بذارید ولی درباره همسایه بگید، چون منم متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون و مادرتون باشید. الو خدا خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.